سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. میگم که این سالی که مثل انقلابی به زیدی حال همه خوب بیشه. یه دقیقه رو نمیگیرم، این ویدیو که میگیرم به دست دو نفر درسته، یک خانم فرح پهلوی اگه اشتباه نباشته باشم، دو آقای خالد عزیزی که از سران حزب دموکرات. از خانم فرح پهلوی میپرسن که معنی زن زندگی آزادی چیه؟ ببینید خودتون. زن زندگی آزادی، خب زن همیشه در تاریخ ایران مهم بوده، زندگی هم برای که زن مادر بچه ها رو به دنیا میاره و آزادی هم که خب الان اینا با تمام شجاعت آمدن و این شعارها رو میدن. زن همیشه در تاریخ ایران مهم بوده، در تاریخ ایران آشار شا من حالا خیلی قبلی که یادم نمیدونم مثلا، ولی خب میدونم که برده بودن، منظور برده بودن اسمه بیداره، منظور کالا بودنشه. آها زندگی یعنی زن بچه رو به دنیا میاد. وای نشه چی گفتی؟ آزادی هم دیگه بچه هم میاد خیابون، یعنی آزادی دیگه. خب دیگه خیلی باشه، رهبر عبدالله آجلان واسه اولین بار زن رو به عنوان اولین ملت به اسارت گرفته شده در تاریخ معرفی کرد و پس از آن ایدئولوژی زن رو در تاریخ 1998 میلادی ارائه داد. زن زندگی آزادی یا همان جنجیان آزادی، یعنی تا زن آزاد نشود جامعه آزاد نخواهد شد. خانم فرح پهلوی، حالا شما از ناآگاهی بوده، من میخوام از مجری که میتوان کنم حداقل هماهنگی میکرد که این بیچاره دیگه جای نشه. و شما آقای خالد عزیزی، شما که تو صدای آمریکا لم داری، این شعار زن زندگی آزادی که الانم بهش اشاره کردید برای شما چه معنی داره؟ ادین میگن که فرشت این شعاری بود که عبدالله اوجلان برای اولین بار این رو مثلا مطرح کرد. نه اتفاقا هیچ مربوط به عبدالله اوجلان این مسائل نیست. خیلی پرروانه داره میگه نه اتفاقا اینجوری نیست، شعار اون نیست، همه مثل دوروبری هست احمق تو نیستن. نمیدم کتاب بخونده، هر زبونی که تو سرچ کنی تو گوگل اینترنت اینو بالا میاره. نمیتونی با دروغ مردم رو جست کنی، نمیتونی با دروغ یارگیری کنی، بس دیگه. در آخر یک چیز دیگه یادم نره، خیلی مهمه، زن زندگی آزادی، جنجیان آزادی نتیجه حضور پررنگ گریلاهای که دارن می جنگن و جی می جن واسه آزادی، دارن با دیکتاتورهای ترکیه و ایران می جنگن، به خصوص علل خصوص گریلاهای زن. نه شماهای 2000، نه شماهایی که چون تیوی های بی سر و پا تیوی های 2000 نشستید دارید زر مفت می زنید.